نام خدا سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان عزیز. با گزارش بازی یه موقعیت برای آرسنال کتی مکه گل توی دروازه، چه گلی میزنه کتی همین اول بازی، تازه 6 دقیقه از بازی گذشته. فوق‌العاده بودن بچه‌ها، عالی. حتی فرصت نکردم سلام علیک داشته باشم با بینندگان عزیز. خدمت شما هستیم با بازی برایتون رده نهمی به عنوان میزبان در ورزشگاه آمکس با آرسنال رده اولی. فکر می‌کنم خیلیاتون میدونین این بازی برای آرسنال خیلی مهم و حیاتی و سرنوشت سازه. آرسنال اگر این بازی رو ببره به عنوان 15مین قهرمانی لیگ برترش بعد از 7 سال میتونه جشن بگیره. موقعیت گل رو می‌بینین، نگاه کنین. چند بار پرسر هم خداش رو پخش میکنن با این هایلایت هایی که واسه بانوان میدن بیرون، واقعا یه کار گزارش کردن خیلی سخته، خیلی کوتاه و به صورت امپیتیری. چقدر قشنگ و نرم زد، خیلی خوب زد، یعنی عالی زد. بریم سراغ موقعیت بعدی بازی. میدیما یه توپگیری عالی، یه شوت گول توی دروازه، عالی بود. دختر خونسرد آرسنال، خانوم گل لیگ برتر جزیره، دومین گل آرسنال و اولین گل خودش رو در این بازی به ثمر میرسونه و چه کیفی میکنن تماشاگرها. کاش که این بازی همزمان با بازی تیم مردان نبود و تماشاگره بیشتر استادیوم میامدن تا تیم بانوان حمایت کنن. یه بار دیگه نگاه کنین، چه توپگیری خوب و تمیزی داشت، خیلی خونسردم شوت زد و واقعا هم چه شوت دقیق و عالی زد، خوبون به تاق دروازه. هر سقدر که جلو تعمیره دخترها با طرز بازیشون، با سبک بازیشون، با قدرت بدنیشون دارن ثابت میکنن که فرق چندانی بازیشون با تیم مردان نداره از نظر زیبایی و ظرافت. بریم سراغ موقعیت بعدی. بسمید یه کنترل توپ خوب داره، یه شوت گل، چه گل بی نظیری بود، یه گل خیره کننده. سومین گل برای آرسنال توسط بسمید، من وندالم خندش میگیره. خیلی قشنگ بود این گل. خانم پاسگل جزیره با 12 تا پاسگل حالا تو این بازی فوق‌العاده، تو این بازی مهم گل سوم آرسنال رو میزنه و میره تو بغل جولان ناپس، میره تو بغل کاپیتان بی‌نظیرمون، کاپیتانی که مصدومه و چندین بازی در اختیار ما نیست واسه بازی‌های مهم. یه بار دیگه نگاه کنی، یه پاسگیری خوب و قشنگ، یه پاس در عمق عالی میده به بسمید، بسمید هم کنترل میکنه مثل همیشه و یه شوت، واقعا شوتش خیلی قشنگ بود. به نظرم همین گل، هم گل قبلی که مدیما زد، میتونه کاندید بشه واسه بهترین گل جزیره. خیلی خوب بود، قدرت پاشونو فقط نگاه کنید چقدر دقیق بود. جالبه تون بگم که میدیما و بسمی تو این فصل بیشتر از تمام زوجهای دیگه موفق به گلزنی و خلق موقعیت گل شدن. تو این بازی هم که میبینی هر دوشون هم گل زدن هم پاس گل دادن. بریم سراغ موقعیت بعدی بازی، ببینیم آرسنال چیکار میکنه. تا اینجا 3-3 فناف آرسنال، یه دفعه توپ نصف و نیمه داشتن. دفاع برایتون هم واقعا کارای عجیب غریبی میکنه. یه پاس برای دانیله و گل، گل چهارم برای آرسنال، 4-3 آرسنال. دیگه فکر کنم کار تموم شده است دیگه آرسنال رو بعد قهرمان لیگ جزیره می‌بینیم. تشویق تماشاگر دیگه، تماشاگران خنده‌شون گرفته، انقدر تیم مردو باخته و بهت زده شده، تیم دخترها انقدر میبره، انقدر گل میزنه، تا الان هم که رکورد بیشترین گل زده تو لیگ برتر رو داشتن. دیگه فقط میخندیم و دست میزنیم، انقدر این دخترها خوبن، انقدر این دخترها فوق‌العاده‌ان. یه جمله مشهوری هست که میگه، که فکر می‌کنم از تونی آدامز بود، میگه که برای این اسمی که جلوی گولیزت بازی کن مردم همیشه به یادت میارن. این دخترها امسال ثابت کردن که دارن به عشق این آرسنال، به عشق اسمی که جلوی گولیزشون نوشته شده میجنگن و مردم همیشه اون اسمی که پشت گولیزشون نوشته شده رو به یاد میارن. ما تمام سعیمون می‌کنیم که این دخترها همیشه در یادها بمونن. واقعا ببین چه گل قشنگی زد دانیله، به نظرم گلش مثل لیونل مسی بود، خیلی خونسرد مون، هیچ دورخیزی هم نداشت، خیلی آروم و نرم ولی کاملا دقیق و تکنیکی زد به صورت هلالی توپ فرستاد داخل دروازه و سوت پایان بازی تموم شد. مرسی مربی، مرسی بچه ها، عالی بودین، فوق‌العاده بودین. آرسنال رکورد بیشترین گل زده توی فصل رو داشت، بهترین خانم گل، بهترین بازیکن، بهترین پاسور رو داشت. آخرین قهرمانی آرسنال که سپتامبر 2012 بود، که از اون تیم فقط کیم لیتل و امامیشل و جردن تو اون تیم بودن. جردن که مصدوم، کیم لیتل تو زمین بود و امامیشل هم که روز نیمکت ذخیره بود. ممنونم از همتون، مرسی که حمایتم